بینندگان عزیز، با سلام به شما. کانون آوا تقدیم می کند جمعه ها طبق معمول ساعت 12 ظهر به وقت واشنگتن یا نیویورک شرق آمریکا. کانون آوا برنامه ای رو به شما تقدیم می کنه که این برنامه تهیه شده معمولا از صحبت هایی که دوستانی که جدا شدن از سازمان مجاهدین برای شما تهیه میکنن، یا برنامه هایی که به صورت زنده من اینجا با دوستان جدا شده مصاحبه میکنم. امروز کانون آوا برنامه جالبی رو برای شما تهیه دیده. در قسمت اول یک ویدیویی رو میبینیم که خود شما قضاوت کنید، حدوداً 22 دقیقه است. بعد در قسمت دوم با دو نفر از خانواده های مجاهدین، یکی خانواده ایرانپور در شیراز و دیگری خانواده درگی که من اول اشتباهی میخوندم درکی یا درگی، در صورت اینها از زاهدان هستن، با اونها هم مصاحبه میکنیم. ولی فعلا بریم و ویدیوی شماره 1 رو ببینیم. برای دوستانی که روی فیسبوک ما رو تماشا میکنن، من لینک این ویدیوها رو در زیر فیسبوک میذارم. شما لود کنید این برنامه های فیسبوک رو با صفحه فیسبوک خودتون شیر کنید با دوستان خودتون تا دیگران هم ببینن و قضاوت کنن. من بارها گفتم چون من نه در سازمان مجاهدین عضو بودم، نه مسئول بودم، نه هوادار هستم، فقط اینجا صدایی رو که در گلوی این دوستان 30 سال خفه شده به گوش شما میرسونیم و این شما هستید که قضاوت میکنید. پس با هم این ویدیوها رو تماشا کنیم. برای دوستانی هم که از فیسبوک هستن، سعی میکنم که این ویدیو رو هم اینجا پخش کنم که شما بتونید ببینید و بشنوید، هم لینکش رو، لینک هایشون رو، 2 تا 3 تا هست، در زیر صفحه فیسبوک قرار دهم. پس با هم ویدیوی اول رو میبینیم. خدا صبرت بده عیده، جدایی سخت میدونم، یه چند روزی تحمل کن، منم مثل تو داغونم. عزیز من سفر کرده، همین روزاست که برگرده، من و تو هر دو غمگینیم، دلامون هر دو پر درد. خدا صبرت بده عیده، جدایی سخت میدونه، یه چند روزی تحمل کن، منم مثل تو همیشه من با غاتم. میاد روزی که بر میگرد پیشم، میدونه دون از اون دیوونه میشم. میاد روزی که بر میگرد پیشم، میدونه دون از اون دیوونه میشم. خدا صبرت بده عیده، جدایی سخت میدونم،
چند روزی تحمل کن، منم مثل تو داغونم. عزیز من سفر کرده، همین روزاست که برگرده. من و تو هر دو غمگینیم، دلامون هر دو پردرانه. چند ساله دارم؟ 35 سال. درخواست چیه؟ میخوام فقط ببینم. فقط یک لحظه. از دور از پیام چیه به سازمان ملل بگیم؟ ازشون خواهش میکنم، به خاطر خدا، به خاطر کس خودشون دوست دارن افتاد، اجازه بدم فقط یک ملاقات کوتاه با بابام داشته باشم، یا حداقل از عراق ببرمش که دیگه خیالمون راحت بشه که اینجا نیست. دلمون خوش باشه که زنده هست، حالا دور شاید رفت اونجا و زنگ زد. ما به یک تماس کوچیک هم راضی هست، یا حتی یک نامه که جوابمون رو بده. نام من فاطمه، پدرم محمد علی، فامیلم اربابی، پسرم جواد عرب درگی، مدت 28 ساله که تو کمپ اشرف پسر میبره. من چندین بار اومدم و فرزندم ندیدم و درخواستم از اینه که به من ملاقات بده. بعد از سالهای که من اومدم رفتم، من ملاقات بدم، چیز زیادی نمیخوام. چند بار مراجعه کردیم؟ نه، هفت دفعه اومدم کمپ اجرم. هیچ وقت موفق نشدیم؟ نه، هیچ وقت موفق نشدیم. هفت بار من اومدم و رفتم، من اینا رو اینه ندیدیم بچه. از چه سالی پسرتون؟ از سال 68. خب درخواستتون؟ درخواست من ملاقات. فقط ملاقات؟ اولا که درخواست اینه که بچه منو بریم برگرد. این همه درخواست دادین تا الان موافقت شده با درخواست؟ نه، موافقت نشدم. من خیلی نامه دادم به دولت عراق، دادم به سازمان ملل، دادم به کشورهای دیگه هم دادم. بله، ولی تا اینجا جواب منو ندادم. این دفعه هم که من اومدم گفتن این آخرین باره بری که بچه تو ملاقات و تا اینجا به من ملاقاتی نداده. و اولا ملاقات ازش میخواه، بعدم که باید خارج بشه از اینجا، بیر خونه خانواده خودم برگرده، فرزند میخواه. مرسی. عکسشو میاری بالا من؟ چیزایی که خراب شده اسمش نفس، این کلمه های اسمش هم خراب شده. حسین، 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 الله حسین، حسین، من خواهرم، از
چرا تو خونه افتادا عباس علیزاده دست تا بیاد خدایی بابا تو نه بابا ست خودت قلا کی خود نه دست داد عباس منصور اوری مرا دست چرا داره عسكر عسكر خامیان همه بچه ها ایران امام نامه میگه هیچی نمیگه آزادی تو کشورمون برگردی به چفت مادرم یا سم آزادیه نه ترسی برگردی عسكر خامیان همه چشمت دار کرد حسن الهنما Oh, my God.
Okay.
خب دوستان عزیز دیدید و شنیدید، من که اینجا واقعا فکر کنم یه نفر قلبم رو داره فشار میده، شاید به خاطر دیدن عکس این بنده خدا نباشه توی اون گرما، شاید بیشتر به خاطر حرفیه که سازمان مجاهدین میزنه، سازمانی که به اینها میگه اینها سپاهیان قدس هستن. اگر امروز که اینجا هوا آفتابیه بیاد به من بگه امروز آفتابه و اینجا روشنه، حرفش رو باور میکنم؟ این سپاه قدسه با یه بلنگوی دستی توی اون گرما فریاد میزنه، دختره مادرش رو میخواد، مادره پسرش رو میخواد. آقایون خانمایی که در سازمان مجاهدین هستید، شما نمیخواد آماده بشید برید نیویورک دوباره همون دعواها دوباره پس فردام ول کنید برید، 30 سال این کار رو دارید انجام میدید، یک قدم جلو نرفتید. رهبرتون مفقوده، رئیس جمهورتون دارن دو دستی میبرنش عربستان بشه ملکه و عروس عربها. صبر کنید میبینید امسال توی برنامه یه دونه از این آمریکایی های نمیدونم احمق مثل کندی و اون زنبار جولیانی و اون نوت گینگریچ و اینا نبودن، همش عربای فلسطینی و سوریه‌ای و عربستان بودن، انگار که اومده بودن خواستگاری. مواظب خودتون باشید، نکنید. من یکی از اونایی بودم که بدون اینکه هوادار شما باشم، بدون اینکه عضو شما باشم، بدون اینکه اجرتی بگیرم برای شما فعالیت کردم، شما من رو از دست دادید، خدا میدونه چند تای دیگرم از دست دادید. یک نفر رو نتونستید در این سالها جذب کنید، کارتون رسیده به جایی که برید اینایی که معتادن، اینایی که مشروب خورن، اینایی که مال کشورهای دیگه هستن، جوانایی که میخوان بیان تفریح، به دروغ اینا رو بکشونید بیارید تو این برنامه ها، خجالت بکشید از خودتون. اجازه بدید بریم به شیراز. این خانم ایرانپور خیلی قشنگ نوشته که از شهر شیراز جنت تراز هستم. یه چیزایی من یادم رفته بعد از 32 سال، حالا این دوستان وقتی صحبت میکنن بعد از این فشاری که به قلبمون میاد اقلا با این دوستان در تماس باشیم. ممنونم اینها لطف کردن تماس گرفتن، اجازه بدید من هم این تماس رو برقرار کنم و بتونیم با اینها صحبتی داشته باشیم و به درد دل اینها گوش کنیم. ازشون خواهش میکنم که اگر وبسایت چیز دیگه ای روشن هست خاموش کنن. خیلی خوشحالم با وجودی که شما دلهاتون غمگین هست ولی صورتی بشاش شاد دارید که دو برادر شما احتمالاً اگه شما رو میبینن همین شادی شما، همین خنده شما دعوتی باشه که با آغوش باز اونها رو پذیرا هستید و امیدوارم به زودی با هر دوی شما، یعنی هر سه شما، همه خانواده صحبتی داشته باشم. الان تصویر شما روی صفحه تلویزیون مردم هست، من به شما سلام میکنم، سلامی از واشنگتن، از این مرکز چی بگم والا سیاست و یه جورایی ام الفساد. دقیقتا که داشتم میخوندم توی مقاله ای که در 15 سال گذشته آمریکا 17 تا جنگ رو شروع کرده و کشورها رو به خاک و خون کشیده. امیدوارم که افراد جدیدی که میان سر کار با صلاحیت باشن و این دنیا رو از خاک و خون تبدیل کنن واقعا به اون بهشت برینی که میتونیم داشته باشیم. من ساکت میشم، میکروفون رو در اختیار شما میذارم و ممنونم که با ما هستید. امیدوارم که داداشای شما ببینن این ویدیو رو و مطمئنم که اگر ببینن و بشنون قدم بعدیشون این هست که به هر وسیله‌ای شده از سازمان مجاهدین جدا میشن و به آغوش خانواده باز میگردن. بفرمایید. سلامی تو بوی خوش آشنایی به تو مردم دیده روشنایی. من از شهر شیراز جنت تراز، شهر زیبای شیراز، در یک شهر زیبای تابستانی با شما سخن میگم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه دستفرمانداران
این داستانه مردم تیوی و این بینندگان محترم این برنامه که وقت میذارن و این برنامه رو دنبال میکنن و همه کسانی که فعال حقوق بشر هستن و این برنامه رو هماهنگ میکنن که صدای مظلومیت ما خانواده های اکتگان دردان فرقه رضوی به گوش انسان های آزاده جهان برسونن. من قبل از هر چیز خودم رو معرفی میکنم. من راهله ایرانپور هستم، یک زن 40 ساله شیرازی، ساکن شیراز، مدرس دانشگاه که دو برادر عزیز و جوان و زیبا و هنرمند و دوست داشتنیم به نام محمد رضا و احمد رضا ایرانپور الان 15 ساله که از گرفتار رجوی هستن و من به اندازه یعنی به درازای 15 سال غم سنگین دلتنگی رو من توی دونه دارم. لحظه لحظه این سالها برای من و خانواده به ویژه پدر مادر پیرم و قطره‌های اشک در حمام است. این دو برادر زیبا و جوان من همونطور که بارها گفتم و اعلام کردم به وقت مهاجرت به یک کشور غربی از ترکیه توسط قاچاقچیان انسان و عجیب شدگان فرار فرقه رجوی رو بوده شده و اکنون چندین ساله که نه با اونا من دیداری داشتم و نه حتی یه تماس قطع مثلا باشون داشته باشم. اونم فکر کنید در عصر انفجار اطلاعات، در فصل قوقا و یه تکنولوژی، در عصر دهکده جهانی که من الان تو این لحظه تونستم با شما در آن سوی کره خاکی تماس بگیرم و صحبت کنم، اما این حق از من دریغ میشه. من تا کنون بارها به عراق سفر کردم. در 7 ماه گذشته من 4 بار به عراق سفر کردم به اتفاق خواهرانم. آخرین سفرم ماه گذشته بوده تو اوایل مرداد به اتفاق سه خواهرم و نزدیک به 200 نفر از اعضای خانواده های اسیران فرقه ما به عراق رفتیم، در حالی که دمای هوا 60 درجه بود. تصور کنید یه سفر زمینی به کشوری ناامن که هر لحظه خطر انفجار توش هست، کشوری کثیف بی‌نظم و امکانات، در هوای بسیار گرم و کشنده، با عده‌ای هم سفر پیر ویلچر نشین، واقعا ببینید چه سفر جانکاه و دردآلودی است. اونم به امید دیدار با عزیزی که میری این همه سختی ها رو به جون میخری ولی مزدوران و فرقه مانع دیدارت میشن. نه تنها مانع دیدارت میشن بلکه بهت حمله میکنن، بهت زنگ میزنن، سرتو میشکنن، بهت فوش میدن، نسبت های ناروا بهت میدن. به عنوان یک زن ایرانی نسبت های ناروایی که من واقعا شرم دارم از گفتنش. نمیتونم بگم که اون آدم ها چی میگن وقتی که ما در اونجا حاضر میشیم. بعد مثلا این بار زدم سر یه آقای رو شکستم، بنده خدا فشار خونی بود، افتاد بیهوش شد، داشت میمرد. نمیدونم یکی دو نفر از گرمای هوا و فشارهای اثری و حمله نمیدونم سربازهای عراقی و اصحاب فرقه دچار تشنج شدن، رایه بیمارستان شدن. خلاصه خیلی اوضاع بغرنجیه. از این چند روزی که ما اونجا بودیم میرفتیم مراجعه کنیم به لیبرتی، یه روزش از ساعت 3 ظهر تا ساعت 5 عصر توجه کنید تو اوج گرما که خود کشور عراق، دولت عراق و دو کشور تحقیه کرده بود، ما پشت دیوارهای منطقه نظامی بغداد منتظر شدیم که یه افسر عراقی بیاد به ما مجوز ورود بده. خب ببینید تو اوج گرما بدون کولر، بدون هیچ امکاناتی، ما این شرایط واقعا سر کرده. نیروهای عراقی خدا شکر این بار دیگه برای ما سنگ تموم گذاشتن. این برادرای عراقی و کشور دوست و همسایه همه صداشون در اومده بود، میگفتن ای خدا کشور ما این همه به اینا لطف میکنه، این همه به اینا نمیدونم امکانات میده، اون وقت اینا نیروهای عراقی باید با ما اینجوری رفتار بکنن، این مثلا نیروهای نظامی عراقی. من فکر میکنم دلارای عربستان کار خودشو کرده بود، اینقدر که تا خرخره تو دهن رشوه خوار نیروهای عراقی رو پر کرده بود، ریخته بودن این پولا رو، ما رو به شدت هول میدادن، بهمون اهانت میکردن، کتک میدادن. من خودم رو هول داد سربازن رو خوردم به دیوار پشتم، انقدر عصبی شدم که خودم انداختم رو زمین، سعی کردم سینه خیز خودم رو برسنم به پشت اون دیوار به ارتفاع 6 متر که اصحاب سرقه جلو ما کشیده بودن. سینه خیز رفتم اون تو 5 متر بکنیم، یه زنی 5 متر سینه خیز داره. خودم رسوندم به اون سیم، رفتم جلو رفتم به سیم خاردارای حلقوی که جلو ما بودن. اول یه دیوار بلند 6 متری، بعد سیم خاردارای حلقوی، بعد یه تیربار پشت یه سنگر. به سمت کی؟ به سمت یه مش پیرزن و پیرمرد ویلچر نشین که همش رو سنشون بالای 60 ساله. این انصافه؟ این حقه که مثلا فرقه با ما اینجوری بخواد رفتار بکنه؟ بعد به ما هم بگه شما مزدورید، مزدور اداره اطلاعاتی. تنها استدلالشون در برابر ما اینه، در حالی که هر انسان عاقل میدونه که من بابا من ایرانی هم، تاریخ جمهوری اسلامی ایران دارم، من دارم تو ایران زندگی میکنم. خب معلومه من پاسپورتم ایرانیه، معلومه من باید ویزام برای سفر به کشور عراق از سفارت
عراق که در خاک ایران دریافت بکنم. در این حد وابستگی به هیچ حکومتی جرم محسوب نمیشه که اونا میخوان با این انگ مثلا منو از میدون به در بکنن و بگن که تو با دولت ایران داری میای. من یک زنم، خودم به تنهایی رو تو منطقه نظامی بغداد راه نمیدن تا اینکه بالاخره یه رایزنیای بین دو کشور نباشه. چه انتظاری اینا از ما داره؟ این چه استدلالیه که اینا میکنن؟ که اینکه میان مثلا جلو مثلا به من میگن تو خواهر محمد رضا و احمد رضا نیستی، حالا با اسمای مستعاری که اونا براشون دارن احمد رضا و انوشه، نه نه تو خواهرشون نیستی، تو زن فلانی، برو. منم گفتم پشت بلند گفتم آقا در اصل علم و تکنولوژی که این دیگه قابل انکار نیست. شما بیارید یه آزمایش دی ان ای از من بگیرید، از دوران بگیرید تا مشخص بشه آیا من خواهر اینا هستم واقعا یا نیستم. من شک ندارم بسیاری از این نیروهای عراقی واقعا رشوه گرفتن که با ما چنین برخوردی میکردن و مقاومت میکردن که ما حتی یه قدم به اونا نزدیک نشیم، اما اونا سر ما رو میشکستن، حتی بهشون از گل نزدیکتر نمیگفتن. خیلی عجیبه، واقعا عجیبه. من در موضوع ملاقات با دو برادرانم که بارها مراجعه کردم و نتیجه ای نگرفتم، خب واقعا فهمیدم این نهادهای حقوق بشری، کمیساریات، صلیب سرخ، یو ان، به نظر من به جای اینکه مایه مباهات بشر مدرن باشن که در اصل دموکراسی و عقلانیت، این نهادها دستاورد انسانهای آگاه جهانه. انسانها هزینه‌های زیادی دادن برای که این نهادها پا بر جا بشه که حق مظلوم از ظالم بگیره، ولی فهمیدم اینا فقط یه جست قشنگه و یه فریب بزرگه. از شک ندارم بوی اسکناسهای خشک و دلارهای تا نشده عربستان که اهدا کرده به مسعود و مریم رجوی بعد جوری مشامشون رو پر کرده که حتی نیومدن بگن ای 200 نفر آدم تو این گرمای 60 درجه پشت دیوارهای این زباله دونی و این بیغوله متعفن که واقعا در شأن برادرای من و جوانای ایرانی و مردای و زنای ایرانی، شما چی میخواید؟ چه دردی دارید؟ هیچ کی نیومد بگه شما چتونه، چرا دارید زجه میزنید؟ اصحاب فرقه در دیوار پر کرده بودن از شعار مرگ بر این مرگ بر اون، توهین به سران جمهوری اسلامی ایران که مثلا حالا انگار من سپاه اعزامی از طرف جمهوری اسلامی هستم. نه، من یک فرد حقیقی هستم، یک انسان آزاد و مستقل هستم که تقاضایی جز ملاقات ندارم. من هیچ وابستگی به هیچ ارگان دولتی حکومتی ندارم. من فقط و فقط قصدم از رفتن به اونجا دیدار ملاقات با برادرامه. نمیخوام آسیری بهشون برسونم، نمیخوام لطمهی به اون یا هیچ کدوم از کسانی که اونجا اسیر هستن برسونم. من فقط میخوام درد چندین سالمو تسکین بدم. خیلی سخته که تو چند متری برادرت بری، برادری که مثلا یه همسفری ما داریم خانم ربابه کربلایی، بعدش علیرضا کربلایی، آقا رفته سربازی دیگه برنگشته، اسیر شده بعد از اسارتم فرقه فروختتش به چیز صدام فروختتش به فرقه. خب این خانم بارها با ما همسفر بوده، خانم پیره 75 سالشه، هر روز انسولین تزریق میکنه، درد زانو نمیذاره راه بره اصلا، با اساس خب گریه میکنه برای برادرش چنان که نپرس. بعد مثلا ما به این خانم بگیم چی؟ بگیم ایشون مزدوده. من واقعا توی این سفر آقای سوربیس صحنه هایی دیدم و چیزایی شنیدم از رنج خانواده که واقعا رنج خودم و درد خودم از یادم رفت. آقای سوربیس اگه تمام این شبکه های خبری فارسی زبان دنیا بیان پای حرف و درد دل این خانواده های اسیران فرقه بشینن، 10 سال فیلم پر کنن و فقط این فیلم ها رو پخش کنن، بازم نمیتونن انعکاس دهنده حتی گوشه ی از رنج چند هزار نفر که درگیر این مسئله بحران پیچیده هستن باشن. تلویزیون های پرمدعایی مثل شبکه بی بی سی، مثل من و تو، مثل وایس آف امریکا، صدای آمریکا که من بارها و بارها باشون تماس گرفتم، براشون کامنت گذاشتم، پیغام گذاشتم، حتی نامه رسمی نوشتم، تقاضا کردم با من مصاحبه کنید، من صدها عکس و فیلم دارم از سفرام، انعکاس صدای مظلومیت ما باشید. ولی در این قضیه پاسخ نمیدونم، شاید بوی دلارای خشک اهدای عربستان به مشام اونام پرده یا به دستشون رسیده این دلارای تا نشده که با ما اینجوری رفتار میکنن. شما باید بیاید بالای دیوارای لیبرتی تا یه عده انسان عقب افتاده، واقعا عقب افتاده رو ببینید، انسانهایی که انگار تو قار زندگی کردن، حرکات و رفتارشون هم دیگه طبیعی میتردن که تعاملی با جهان بیرون نداشتن و چقدر مشتاق مثلا از فاصله 3-4 ساعت متری میدید لای کانکتا قایم شدن با سر روی پوچیده با چپی های عربی دارن ما رو نگاه میکنن. اونا هم به ما مشتاق بودن واقعا، غیر از این عده‌ای که نیروهای امنیتی بودن دم در بودن ما با برخورد کردن، بچه های ما هم از درون به ما مشتاق بودن، ولی اینا این حق رو برای هر دو طرف نادیده گرفتن. خب برای هر دو طرف که مشتاق دیدار همدیگه هستن، یه عده این طرف دیوار دادخواه و گریان، یه عده اون طرف دیوار مشتاق شنیدن یه حرف تازه یا دیدار یه عزیزی، و اینم
درباره خدمت فردی روانپریش و خودشیفته به نام مسعود رجویه که طبیعی ترین حق اونا و ما رو از ما به عنوان خانواده دریغ میکنه به رسمیت نمیشناسه، حق دیدار با وابستگان در دیگه که سازمان ملل قوانین حقوق بشری اونو به رسمیت شناخته، مسعود و مریم رجوی اینو به رسمیت نمیشناسه. اینم دستاورد بزرگی مسعود رجویه، حاصل 30 سال مبارزشه با برای مردم ایران که مثلا اینجوری دهنکجی میکنه واقعا به مردم ایران. من تو این سفر با یه خانمی آشنا شدم که همسرش به نام آقای توصی بخش در جنگ ایران عراق اسیر شده بود، بعدم به سازمان فرستاده شده بود و برنگشت. این خانم الان 47 سالش بود، هنوزم جوان و زیبا بود. در سن 14 سالگی ازدواج کرده بود. تا سن 20 سالگی دو فرزند پسر داشت، یکی 6 ساله یکی 6 ماهه که شوهرش رفته بود جنگ. بعد دیگه شوهرش برنگشته بود و 20 سال بیت شده بود. این خانم به تنهایی کار کرده بود، این بچه‌ها رو با سختی بسیار بزرگ کرده بود. این دو جوان رعنا که واقعا مثل دو تا دستگل بودن، تحصیل کرده بودن، باهاش همراه بودن، اومده بودن و من این دو برادر رو دیدم از نزدیک. و من میخوام بدونم جواب عمر سپری شده این خانم بدون دیدن همسرش، بدون عشق، بدون داشتن سرپرست، جواب این فرصت بیبدیل زندگی که دیگه هیچ وقت فرزندان اون بر نمیگرده و هیچ وقت فرزندان اون دیگه نمیتونن داشتن پدر رو تجربه کنن، چی میخواد بده؟ مسعود و مریم چجوری میخوان این بار سنگینی رو که به دوش کشیدن جواب بدن؟ اگه ذره این وجدان در درون فردی باشه و قطره غیرت در رگهای یک انسان باشه، بیاد دم در لیرسی گریه و جزانه یه مادر ببینه و تا تاثیر قرار نگیره، واقعا میشه؟ دل سنگ این گریه ها آب میکنه، گریه های مادر و خواهر ها. ولی من نمیدونم دول و قبل این تربیت یافتگان مکتب مسعودی و مریمی واقعا از چه عنصر ناشناخته ای تو این کره خاکیه که هیچی اونو تحت تاثیر قرار نمیده. برای من عجیبه، اینا میان جلو درگاه لیبرتی این اشکو رو میبینن، این صحنه رو میبینن و نه تنها تحت تاثیر قرار نمیگیرن، بلکه بچه ما هم کانکت قرار میدن و به ما نشون نمیدن، به ما پوش میدن، توهین میکنن. و فقط هم استدلالش اینه که شما مزدورین، مزدور اداره اطلاعاتی که پاشدین اومدین اینجا، انگار مثلا سازمان برای من دعوتنامه داده من پس دادم، گفتم نه من با شما نمیام، با کسی دیگه میخوام بیام اینجا. خب به ما پوش میدن، توهین میکنن، سنگ میزنن، اصلا تحت تاثیر قرار نمیگیرن. آخه در سیر تفکر بشری، در تاریخ تفکر بشری، هرچی مطالعه میکنی، هرچی مطالعه میکنی چنین رفتاری با یه پدر و مادر نشده که تو فرقه عجبی داره میشه. واقعا برای من عجیبه. در فرهنگ ایرانی از دیروز زن محترم بوده، مادر به ویژه خیلی احترام داشته، خواهر چقدر برای برادر عزیز بوده، مرد با غیرت ایرانی ناموس داشته، نمیذاشته یه قم در چهره مادر یا خواهرش بشینه. ولی شما ببینید مسعود و مریم رجایی با این ایدئولوژی بیمارشون چه بروزه این شیره رو در زنجیر ما آوردن. من تعجب میکنم واقعا، یعنی برادر من صدای من شنیده ولی نیومده دم در بگه ای خواهر من میخوام تو رو ببینم. واقعا اینا چیکار کردن با جوانای ما که حتی پر فرهنگ چند هزار ساله ملی و ایرانیشون گذاشتن و اینطوری جلو خانواده هاشون قد علم کردن یا نمیذارن بیان خانواده هاشون رو ببینن، نسبت به خواهر مادرشون عاطفه داشته باشن. ما خانواده توی این سفرها خودمون رو چیز میکردیم دیگه، مدیریت میکردیم، خودمون رو مدیریت میکردیم و در واقع مسئولیت های رو به عهده میگرفتیم. مثلا خواهر من همیشه مسئولیت هایی داشت برای هماهنگی اعضا و جمع شدنشون تو هتل و اعزامشون به لیبرتی، یا برادر آقای علی حاجری اسیر فرقه که اسمشون آقای احمد حاجری هست. حالا فکر کنید ما به جرم همین هماهنگی ها مرتب صفتهای ناروا، صفتهای دروغ به ما میده فرقه، یا به ما میگه یاران شیطان یا میگه سپاه خود. خب فقط میخواد با این خرقه ما رو از میدون بدر کنه، در حالی که نه، من یک زن 40 ساله ایرانی هست، دارای هویت مستقل هستم آقای سعودی. خب و این هویت من یه زن مدرس دانشگاه هستم، تو گوگل فقط به موتور جستجوی گوگل دسترسی داشته باشه، شما سرچ کنید میتونید بفهمید که من کی هستم. اصلا نیاز نیست که بخوای خیلی دست و پا بزنی، چطور میتونم من یه مزدور باشم ولی سران فرقه و اعضای فرقه مزدور نباشن؟ اونا مزدور نباشن که با صورت های پوشیده میان جلو خانواده هاشون ظاهر میشن. الان نزدیک به دو هفته است که این دو برادر من و عده دیگه ای میبینم که منتقل شدن به آلبانی، اصلا برادر منم تو لیست بوده، نزدیک به دو هفته برادر منم منتقل شدن. من در پایان سخنانم باید بگم که من به عنوان انسان آزاد هرگز کوتاه نمیام، هرگز دست از تلاش بر نمیدارم تا
باز زنده هستم دست از تلاش برای نجات برادرام بر نمیدونم، بر نمیدارم. سران فرقه بدونن مگر این که در یک فضای آزاد دموکراتیک بدون حضور اعضای فرقه چند شب من در هتلی جایی با برادرام اقامت داشته باشم، باهاشون صحبت کنم، از اخبار بیرون بهشون بگم، شبکه‌های خبری دنیا بهشون نشون بدم، حقایق بهشون بگم. بعد اگه دو برادر من گفتن آقا راه ما اینه، ای خواهر راه ما اینه، ما می‌خوایم در همین فرقه بمونیم، من میگم خب به سلامت، من به انتخابتون احترام می‌ذارم. در غیر صورت امکان نداره من دست از تلاش برای نجات برادرام بردارم، برای آزادیشون بردارم. و تا وقتی زنده هم تلاش میکنم، حتی اگر فرقه آلبانی که تعلیم اینا رو ببره به یک کره دیگه، مگر خود برادران در فضای آزاد به من بگن این انتخاب خودی و به قول حافظ شیراز دست از طلب ندارم تا کام من براید، یا جان رسد به جانان یا جان به تن دراید. دست آخر در پایان سخنانم، من دیگه الان واقعا حرفی ندارم بزنم، وقتم رو به پایان. من از حسن توجه مردم تیوی برای انعکاس صدای مظلومیت خانواده های دردمند در ایران فرقه سپید جوی رجوی واقعا تشکر میکنم و واقعا سپاسگزارم. در این زمانه بی های و هوی لال پرست به قول محمد علی بهمنی شاعر معاصر، غزل سرای معاصر، به کلاغان قیل و قول پرست فقط بر اساس منافع سیاسی کسی به خودشون اخبار منعکس میکنن، نه بر اساس حق و حقوق انسان ها. شما یار ما بودید و گوشه از رنج ما رو به تصویر کشیدید آقای سرگی و تلویزیون مردم، اصلا ما رو گوش انسانها آزاده جهان رسوندید. من نهایت سپاس را از شما دارم و امیدوارم که به زودی ما برادران من شاهد آزادی رو در آغوش بکشم و من هم دو برادر رعنا و عزیزم رو در آغوش بکشم و دیگر خانواده ها هم عزیزانشون رو در آغوش بکشم و این رنج بی پایان جانکا امیدوارم به زودی تمام بشه. بسیار سپاس بودارم. ما هم همینطور امیدواریم که باز هم خبرهای بهتری از شما بشنویم و امروز بدون اینکه خودتون متوجه بشید خبر خوبی رو به ما دادید که برادراتون از اون جهنم عراق به آلبانی سفر کردن، اقلا یک درجه به اصطلاح، درسته که اونم یه زندانیه، عکسای ساختموناشو دوستان برین نگاه کنید، اینها ببینید توی کشور، حالا آلبانی نمیشه خیلی هم بگیم کشور اروپایی، ولی برید ببینید چه کار کردن اونجا رو، مثل یک زندان از داخل پنجره ها رو بستن، پنجره هایی که یه ساختمون درست میکنه برای آمدن نور، برای آمدن گرما، برای آمدن طبیعت و زندگی، اینها پنجره ها رو بستن که اعضا نتونن بیرون رو ببینن چه خبر هست و چه میگذره. در صورت من ممنونم، هر بار که با شما صحبت میکنم ما رو یک سفر به شیراز میبرید، امیدوارم که بیام اونجا و شما رو ببینم. فقط شما یک کم لطفی کردید وقتی که از این به بعد اسم مریم و مسعود رو میارید رجوی، حتما کلمه مرحوم رو بگید، چون اینها باور دارن که این کلمه احترامه و اون شیخ، بله اون پرینس عرب، اون آقای ترکی الفیصل خواسته به اینها احترام بذاره و دو بار گفته مرحوم. و باز یه نکته جالبی رو گفتی، من اتفاقا میخواستم سوال کنم این سخنوری شما از کجا میاد که دیدم شما استاد دانشگاه هستید و از این شعر گفتن و استفاده کردن از شعرهای حافظ و دیگران به نظر میرسه که توی به اصطلاح وجودتون هست این فرهنگ ایران، و از این بابت باز من خوشحال و ممنونم که با شما هستیم. شما گفتید که خب چه کار کنیم، ما ایران هستیم، از ایران میایم، دعوتنامه که شما مجاهدین نفرستادید پس بدیم، و باز گله کردید از وایس آف امریکا. بذارید من یک آب پاکی روی دست شما بریزم درباره وایس آف امریکا. ببینید اولا خودش میگه وایس آف امریکا، نمیگه صدای مردم ایران یا نمیگه صدای ایرانیان آمریکایی، میگه صدای آمریکا. و ببینید که مخارج و هزینه صدای آمریکا از وزارت امور خارجه میاد. اگر یه کم دقت کنید حتی میره به اون قسمتایی که میدونید قبلا اینها وزارت جنگ داشتن و برداشتن، حالا اسمشو گذاشتن وزارت دفاع. در حقیقت همین رادیوها یه نوع جنگ روانی است و شما نباید از کسی که اینها با مجاهدین قرارداد بستن، آقای رجوی مرحوم امضا داده که الان غلام و نوکر حلقه به گوش اینها باشه، سازمان مجاهدین 50 ساله رو که برخلاف به اصطلاح کاپیتالیسم و سرمایه‌داری بوده و دنبال
جامعه بی طبقه توحیدی میگشته، دوستان هوادار، آقا مرداد شیرازی عزیز، آقای علی آقا از کانادا، شمایی که دارید آماده میشید باز هم برید سپتامبر میلیون ها دلار خرج کنید و حاصلی نداشته باشه. ببینید سازمان مجاهدین در نیم قرن از عرش به فرش رسیده و شما هنوز هم دارید دنبال رو یک آدم دیوانه روانپریشی هستید که غائبم هست. این دیگه واقعا دیوانه کننده است. پس شما نباید اصلا تماس بگیرید با صدای آمریکا. خیلی خوشحالم که به قول شما امروز عصر اطلاعات هست. همین تلفن هایی که دست شما هست، همین رادیو، عکس هایی که میتونید بگیرید، همین پلاکارت های کوچیکی که درست کردید با دستخط خودتون اسم عزیزانتون رو نوشتید، این بیشتر نفوذ داره تا صدای آمریکا، چون صدای آمریکا 40 ساله داره توی این بلندگو صدا میده. به کجا رسیده؟ به جایی که دیگه هیچ کس بهش اعتبار نداره و اعتماد نداره. ضمناً شما گفتید به دلیل اینکه هماهنگ میکنید این برنامه ها رو، شما رو سپاه قدس میگن، مزدور میگن، و باز خیلی قشنگ گفتید که مزدور من هستم یا مزدور شما هستید که هر روزی به کسی آویزون میشید. یه روز به صدامی که ایران رو میخواست نابود کنه، سردار قادسیه خودش رو میدونست، بعدن به آمریکا، بعدن حالا به عربستان. و من فکر کنم اگر کسی اینقدر مغز هنوز در کلش باشه، میفهمه که اگر شماها میخواستید مزدوری کنید، مزدور نمیاد اینجوری علنن بلندشه بره توی اون گرما وای میساد توی ادارات دولتی ایران زیر کولر و اینها. در اصل من به نوبه خودم از شما ممنونم. از طرف من سلام خانواده رو برسونید. و همین که شما یک پله گفتید اینها از عراق، از لیبی، از لیبرتی آمدن به اصطلاح آلبانی، من رو خوشحال کردید. امیدوارم شماها هم خوشحال و شاد باشید. باید بریم به زاهدان الان با دوستان دیگه در تماس باشیم. شما اگه حرفی دارید خیلی لطف کردید، متشکرم. روز روزگارتون خدا نگهدار.